گرفتم. این دو تا پدر سوخته اومدن اینجا و شروع کردن آواز خوندن. بیچ بیچ همون گلا هستن اگه اشتباه نکنم، همون توتی های صورتی استرالیایی ها بهشون میگن احمق. گیگ اینجا یه جفت هست، اون برم یه جفته. کجا رفت؟ بذار ببین. میبینین سلام بر همگی. بندیگو چهارمین شهر بزرگ ویکتوریا است. ستای اول دقیق نمیدونم ولی فکر کنم میشه ملبورن، دندینونگ، جیلانگ و بندیگو میشه چهارمی. این قسمت از بندیگو اومدیم به دریاچه ویرونا یا ویرونا لیک. دریاچه مصنوعیه ولی خیلی زیبا اینو درست کردن. میریم یه دوری دورش میزنیم، حیات وحش زیبایی داره، تنوع پرندگان خیلی بالا، از پلیکان گرفته که توی این فصل الان نیستشون، مهاجرت کردن، و یه کافه دلنشین کنار دریاچه. بریم از جایی که ماشین رو پارک کردم شروع کنیم، با هم بریم دور دریاچه. خب این جایی که ماشین رو پارک کردم اینه. از اینجا میشه تا مرکز شهر پیاده رفت، 5 دقیقه راه هم نیست. این یک مسیر پیاده رویه، این شما رو میبره دور تا دور دریاچه و یا میتونین از کنار خود دریاچه شروع کنین. بریم با هم از اونجا رد بشیم. هوای نیمه ابری هر از گاهی آفتابی میشه. من جوری فیلم میگیرم که افرادی دیگه توی ویدیو نیافتن، ممکنه راضی نباشن، پس هر از گاهی اگه ویدیو قطع میشه و فلان دلیلش همینه. خب اینجا هر از گاهی میبینم آدم ها میان اینجا قایق سواری، قایقایی که با پارو حرکت میکنه نه قایق موتوری. این اون رستوران اونجا رستوران شیک و پیکیه. ما یه سری غذا خوردیم، غذاش هم بد نیست، کاستومر سرویس خیلی خوبی دارن. مسیر چوبیه یا دک بهش میگن. این همون درختیه که توتیا رو داشتم نشون میدادم. اون سمتش که درخت ها هستن حالا میریم. خیلی درخت ها، همه چی قشنگه اینجا، مخصوصا اگه یه روز خوب باشه، باد نباشه. الان یه خورده باده اینجا و مردم اینجا میدوان، سگاشون رو میارن پیاده روی میکنن. یه فودتراک هم همیشه اینجا هست که کافی و فلان سرو میکنه، توالت عمومی. من رو توالت برای اینه که شما میرید برای تفریح، بدتر از خودش نیست. مثلا خانواده همراهتونه، یه ها یکی توالت نیاز داره و شما نتونیم پیدا کنیم، خلاصه برای همین معرفی میکنیم از مکان‌های مورد علاقه ما. خب این محوطه فنس‌کشی شده، دارن یکم تغییرات انجام میدن. میایم به این سمت. اگه میخواین مهمونی‌های گروهی داشته باشین، این محیط جادار مطمئن 50-60 نفر جا میده به خودش. الکتریک باربیکیو و سو آن. این درخت ها هم درخت های طبیعی استرالیا نیستن ها، از اروپا و آسیا و اینجور جاها آوردن، از این کاج بگیر تا این نخل زینتی. و تا این قوی سیاه رو نشون بدیم یا بلک سوان. چند تا پرنده شما در اینجا میبینید، این کوچیکه رو ببینید، اون مرغ دریایی هم پرید رفت. این آبیا هستن اینجا و این مرغای پابلند و این هم این گوی سیاهه. فکر میکنم این لونش باشه، حالا مطمئن نیستیم آب تا اونجا میاد بالا یا نه. و اینه، این بچه داره اینجا، بذار با هم ببینیم. این احتمالا جفتشه. این هم سیاه نیست، البته خاکستریه.
و اون گوشه رو ببینید، دو تا اردک وحشی. الان یه نفر داره میدوه، از کنارشون رد میشه ببینم اینا عکس العمل نشون میدن یا نه. حالا میگیم وحشی، اینا دیگه از وحوشت در اومدن، با آدم ها کاملا اخته. ببین در صفاح و صلح و آرامش، اونم کنارش یه دونه گلاه. گلاه همون توتی که استرالیا به اصطلاح احمق ازش استفاده میکنه. تکذیب میکنیم اخبار قبلی، اینا اردک وحشی نیستن، به اینا میگن ایندیان رانر اگه اشتباه نکنم. یه اردک اهلیه ولی اینجا رها کردن که با باقی حیوانات وحشی کنار بیان. ببینید چه گردن بلندی دارن، دارن میان طرفم. بیا 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 بیا. اوه چه سریع هم میدونن، دارن میرن طرف اون باقی، اون اردک وحشی. اونجا خانواده اردک وحشی، ببین من میخوام برم نزدیک ببینم تا چه حد تحمل میکنن. خب این همون فاصله ایه که من باهاشون دارم، دوربین زوم نیست. الان حدود 5 متر فاصله است. آقا شما هم دوست دارین این امنیت برقرار باشه در ایران؟ ببین من حدود 4 متر فاصله دارم باش، احساس امنیت تمام. حالا بریم اردک های بیارز. شوخی میکنم، من اردک ها رو دوست دارم، خودم هم 5 تا داشتم سال قبل. روباه جان همه رو برد. اینم به این شکل، ببینیم اون اردک وحشی جلوشو، این دوتا اهلی هن در رنگ های مختلف، سفید سیاه. از زیر فنس رد بشید، این خیلی قشنگه. ببینید احتمالا میدم نر باشه، نراشون معمولا رنگبندی بهتری دارن. آمو به چرخ ببینیمت، این سینه‌شو گرفت طرف من. چقدر زیبا، بی تربیتی میکنه در پابلیک. الان اینجا گشت ارشاد کاملا ضروریه در این اوضاع آشفته ایران. اینا در آزادی کامل دارن کثافت کاری میکنن. چه کاری بود آخه؟ آزارشون هم ندیم، ولی ماهیگیری هم اینجا میتونین انجام بدین، فقط نیاز به لایسنس دارین. کلن توی استرالیا برای ماهیگیری هر جا میرین لایسنس نیازه. اگه یه وقت مأمور محیط زیست بیاد شما رو چک بکنه بدون لایسنس، جریمه میشین. آره، و اون قسمت هم که جای اگه شما قایقای کوچیک دارین میخوان بندازین تو آب، از اینجا میندازین. اوکی، این همون قسمت قایق و فلانه. این هم پاویلیونه، حالا فکر میکنیم یه رستوران شکلی باشه، تا حالا اونجا نرفتیم. بذار با هم روی این سطح را بریم. یک بستر روی دریاچه درست کردن اینا، هم ببینیم از کنارشون میشه رد شد بدون اینکه نروید. از چه روی می روید؟ اوکی، این فضا رو داشته باشین. اینم آسمان زیبا. ریل قطار هم از اینجا رد میشه. قسمت پشتی دریاچه است. این ور یه کانال پهن، احتمال میدم سیل بند باشه. وقتی آب زیاد بیاد وارد اینجا میشه و دیگه نمیاد شهر رو داغون کنه. مسیرش هم رو به این بره، جریان آب.
برگردیم به همان اینم بید مجنون، درخت مورد علاقه من. فقط این کاج رو نگاه کنید، تو ایران هم از اینا پره ها، ولی یه مجنونی جلو ماست هر 5 دقیقه سرشو میکنه زیر آب. ما شخصو میگم نگاه این خانواده کنید. بذار بریم نزدیک تر یواش یواش مثلا ببینیم ریاکشن نشون ندن. یه جوری بریم چند تا هم یک دو سه حدود مثلا 10-15 تا هستن. اینم مامانه داره همه رو میپاره. شما رو آزار نمیدیم، برگردیم سر راه خودمون. خب تقریبا یه دور کامل زدیم، وارد این سمت میشیم و این رستوران. عجب جایی داره این رستوران. اوتدور سیتینگ ایریا هم هست، اگه خواستین بیرون بشینین غذاتون رو سرو کنین. میگم اومدیم یه سری اینجا، غذاش بد نیست، غذاش با قیافش نمیخوره ولی بد نیست، ولی کاستومر سرویس خیلی خوبی دارن، فرندلی استاف. بله اسم این هم هست لیک ویرونا رستورانت اگه اشتباه نکنم. بریم با هم تابلوشو ببینیم. آها اینم توضیح میده درباره اون صد بندی که هست. فکر میکنم این قبلا اینجوری احتمالاً سیل میومده. حالا شما در زمان مناسب اینو بخونید، فیلمو استاپ کنید و بخونید اگه دوست داشتید. اینم فضای بیرونی این رستورانه. الان فکر میکنم تعطیله، ساعت 3:15 ولی این است. اینم از لیک ویرونا، دریاچه ویرونا. دوربینو میذارم توی نمای داشبورد، میخوام از وسط شهر بندیگو رد بشم. میخوام سریع ببینید که چه خبره اینجا. شهریه یه چیز عجیب غریبیه. شما از هر سمتی به اون سمتش 10-15 دقیقه میرین و همش به هم راه داره. حالا هر جوری که این شهر رو دیزاین کردن. این شهر زمانی که طلا توی ویکتوریا پیدا شده یکی از مکانهای اولیه بوده که به خاطر وجود طلا بنا شده. دور تا دورش هم معادن طلا هست، بعضیاشون هنوز فعاله، هنوز ازش طلا استخراج می شود. بله میریم با هم ویو داشبورد رو میبینیم. اگه دوست داشتین این کلیپو لایک سابسکرایب و شیر یادتون نره و کامنت، و اگه جای دیگر رو دوست دارین ببینین از بندیگو تا اینجا هستیم لطفا کامنت کنید که ما یه فیلم برداری بکنیم.